قرار همه چیزی رو که راجع به سرعت سیستم‌های پنوماتیک و تغییرشون، تنظیمشون، کم کردن، زیاد کردنشون رو روی 4 تا سیستم پنوماتیک مجزا بهت یاد بدم. آماده ای؟ پس اول کانال سابسکرایب کن و لایک این ویدیو، توی کامنت ها هم بنویس که با چه ترفندایی میتونی سرعت سیستم پنوماتیک تو کم یا زیاد کنی، تا الان چیا بلد بودی، و مهمتر از همه سلام و سلام، خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه. این بار باز آقا امین من آورد تو کات، گفتم نباشم ولی باز آورد. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قراره تست سرعت رو انجام بدیم. هر دانایی که دارم راجع به سرعت سیستم های پنوماتیک رو قراره آقا بریزم برای تو دایره، پس ارزشش رو داره که ویدیو رو لایک کنی. بریم شروع کنیم. خب اینجا ما 4 تا سیستم داریم، سریع بریم سر اصل مطلب و توضیح بدم که چی به چیه، اصلا داریم چیکار میکنیم ما. اولین سیستمی که شما دارید میبینید ساده ترین مدل سیستم های پنوماتیکه. یه کمپرسور داریم، آقا امیر اینو براشون بگیر، با استفاده از یه دونه تقسیم هوا که قبلا ویدیوهای تقسیم هوا و رابطهای پنوماتیک رو میتونی کلیک کنی بری ببینی، توضیح دادم چند تا سیستم رو از یه دونه منبع تغذیه را انداختم. آقا یه دونه تقسیم هوا بستم اومده بقیش تبدیل شده به اینا. میریم سراغ اولیش. اولین موردی که ما اینجا داریم میبینیم یه دونه جک میل مخفی گذاشتیم با استفاده از یه دونه شیر 5-2. همه این شیرا 5-2 به جز اینکه 5-2 بوبینه. این مدل هیچ چی ندارم برای سرعتش. این سرعت معمولی سیستم‌های پنوماتیک رو می‌بینیم توش که خیلی راحت با استفاده از اگزوز هیچ چیزی بهش اضافه نکردم. شیرم رو وز کردم به جکم. کمپرسورم رو که باز کنم فقط اینو نگاه کن. این سرعت معمولیه بدون هیچ چیز. حالا من اینو بخوام کم یا زیادش کنم چند تا راه دارم. این اولیه، تموم شده رفت. اوکی، این سرعت معمولی بود. بیا سراغ دومی که برات در نظر گرفتم. دومیه وقتی که من بخوام سرعتش رو با استفاده از فلو اگزوز درست کنم، یعنی از اینا هوای خروجی که قرار خالی بشه رو اینجا دارم تنظیم میکنم با استفاده از این قطعه که روی شیر قرار میگیره. اینجا رو نگاه کن، هوای تخلیهش رو در مقایسه با اون، ما اومدیم دو تا صدا خفه کن بستیم، هیچ قابلیتی نداره. هوای برگشتی از پشت شافت یا جلوی شافت رو اینجا میریزیم بیرون، هیچ کار خاصی انجام نمیده، سرعتش هم که دیدیم. اما توی این سیستم من اومدم برای هوای خروجیش یک مقاومتی درست کردم که در نهایت روی سرعت جکم هم تأثیر داره. کمپرسورم رو روشن میکنم، اینو نگاه کن، همین الان یکم خسته است، میخوای بیشتر این اتفاق بیفته، اینو نگاه کن. من اینو میپیچونم، فنرش رو جمع‌تر میکنم، نگاه کن جلوش هم همینطور. حالا یه بار دیگه تستش میکنم، نگاه کن اینو ببین با اینو، نگاش کن با هم بزنمشون، دیدی حرکت نرمتری دارم. اینم مدل دوم. حالا مدل سوم خیلی جالب تره، دقیقا عمل کرده همینو داره، اما بهش میگم فلو سرجکی، یعنی روی جک هم قرار میگیره، درسته؟ اومده روی جک هم قرار گرفته و برای تنظیم این استفاده میشه. یه فرقی راجع به این دوتا بهتون بگم. اگه ما بتونیم فقط از فلو اگزوز استفاده کنیم میتونیم 10 تا جک هم با این کنترل کنیم. چرا؟ چون میتونیم این جک 10 تا جک دیگه هم با یه دونه شیر بذاریم همشون سرعتشون برابر میشه. اما فلو سرجکی فقط برای یه دونه جک استفاده میشه و دقت بیشتری هم داره. اینجا رو نگاه کن، با چه سرعتی داره میاد، نگاه کن. چرا؟ چون من اینو تنظیمش کردم، این انقدر قدرت نداشت، نگاه کن. اما این چی؟ نگاه کن. حالا اینو دوباره با اولیه مقایسه کنیم، نگاه کن، این به این سرعت میره میاد، این چی؟ این اینطوری داره کار میکنه. پس اینم کم میکنه سرعتو نسبت به فولی اگزوز. جفتشون یه کار داره انجام میده اما قدرت بیشتری داره، مختص یه دونه جکه. با این میتونی شما اکچیتورت هم کنترل کنی، یعنی تمام عملگرا، اما این فقط مختص یه دونه جکه و دقت بیشتر و قدرت بیشتری توی کنترل سرعت داره، همونطوری که دیدی. و حالا سوال اینه، تو میگی کنترل سرعت، آره درسته، من میگم کنترل سرعت، میخوام سرعتش رو بیشتر کنم. خوب نگاه کن، قسمت جذاب کار اینجاست. من کمپرسورم رو رام میکنم،
فقط نگاه کن، با استفاده از دوتا تخلیه سری، یکیش مدل کوزه‌ای، یکیش مدل کتابی، با استفاده از اینا میخوام سرعت جکمو فراتر از انتظار کنم نسبت به همه اینا. تو اینا سریعتر از همه کدوم بود؟ این یا این؟ من میگم این بود، درسته؟ نسبت به اینم سریعتر بود، چون هیچ مقاومتی سر راهش نداره. حالا از اینم میخوام سریعتر کنم، نگاه کن اینو یه بار دیگه نگاه کن، درسته؟ حالا اینو نگاه کن، یه بار دیگه این دوتا رو تست میکنم. باد کمپرسورم کم شده بود فشارش و مشکل ساز شده بود، نگاه کن این سرعت عادیش بود، درسته؟ حالا اینو نگاه کن، درسته؟ این سرعتش این بیشتره. پس اگه میخوای بیشتر کنی هوای برگشتی رو با استفاده از تخلیه سری روی قسمت دوم اینجاشو نگاه کن، این از این قسمت تخلیه میکنم، فضای بیشتری رو انجام میده، هوای جلوی پیستون و پشت پیستون رو خیلی سریعتر برام میاره بیرون، در نهایت سرعت رفت و برگشت جکم بیشتر میشه. یه بار دیگه چهارتاشو تست کنیم دیگه، آخر ویدیو خدافظی رو بریم. کمپرسورمون که من باز کنم، آقا فهمیدیم که برای کنترل بیشتر روی جکم میتونم هم از این استفاده کنم. حالا من اینو تنظیمش کنم باز، نگاه کن دیدی، هم میتونم از این استفاده کنم. آقا حالا یه بار دیگه، ببین چقدر آرومتر شد. حالا میخوام سریعتر اتفاق بیفته، میام از این استفاده میکنم. این صدا رو میشنوی؟ به خاطر پرتاب هوایی که از اینجا داره. و این جلویی هم که ساده ترین حالتشه، نمیخوای سرعت برات مهم نیست، چی نذار سر راهش، این حالت عادیش میشه. تموم شد و رفت. و خود من مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. خوشحالم میکنید که کامنت بذارید که به نظر شما کدوم مورد بهتره برای کنترل سرعت بین فولی سرجکی و فولی اگزوز، بین این دوتا کدوم رو انتخاب میکنید. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. سابسکرایب کانال یوتیوب یادت نره و تعمیر جکای پنوماتیک رو گذاشتم برات اینجا، اگه اشتباه نکنم حتما برو ببین، خیلی به دردت میخوره.